أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خطبه 193 خطبه متقین بود که در واقع یکی از بهترین منابع بحث اخلاق و تربیت در منابع مکتوب ماست. رسیدیم به اینجا که حضرت نشانه های متقین رو به طور جزئی تر بیان می فرماید. فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فی دین. از نشانه های متقین اینه که او رو در حالی می بینی که در دینش قوی و نیرومنده. از نشانه های متقین اینه که در دین و دینداری نیرومندن. این برای مشهدت چند تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا این که ممکنه اینها فقیر باشن، مثلا ضعیف باشن، سوادشون کم باشه، از نظر اجتماعی جایگاهی نداشته باشن، اما در دینداری خیلی قوی هستن. دینشون، سرمایهشون در دین زیاده. پول کم دارن اما سرمایه دینشون زیاده. از خیلی از پولدارها سرمایه دینیشون بیشتره. غالبا هم اینجوریه. برخلاف اون حرفایی که مارکسیستا میگن که میگن منشأ دین مسائل اقتصادیه، برعکسه. اگر منشأ دین مسائل اقتصادی بود، باید همیشه ثروتمندان دیندارترین مردم بودن و فقرا بیدینترین مردم ها، در حالی که درست برعکس. این یک معنا که اینها سرمایه دینیشون زیاده، در دین قوتشون زیاده و دیندار ثروت دینیشون زیاده. دومی این که بگیم که اینها در دین قویان، یعنی این که جایی که پای دین در کار باشه، اینها به هیچ وجه کوتاه نمیان. ممکن از حق شخصشون بگذرن، ممکنه خودشون کتک بخورن و ممکنه هر چی تحمل بکنن، اما وقتی پای دین که در میان میاد، اینها بسیار نیرومند ظاهر میشن. غالبا برعکسه. میبینی که مسائل مادی چقدر حساسیت بعضی‌ها به خرج میدن، اگه ضرر مادی باشه چقدر سر و صدا راه میندازن. وقتی پای دین که در میان میاد، کم افرادی هستن که بخوان حساسیت به خرج بدن و تو صحنه بیان. اگر مثلا فرض کنید که حالا اینا رو ما تو سفر حج زیاد میبینیم، اگه فرض کنید که یه بار اون غذایی که باید بهش بدن، میوه که باید بهش بدن ندن، یا مناسب نباشه، یا مثلا کوچیکتر بهش بدن، فوراً اعتراض میکنه، دادش در میاد. ولی وقتی که پای مناسک در میاد، میاد بهش میگه این کاری که انجام دادی باطله، برو دوباره انجام بده، یه خدا قبول میکنه. و خدا گفته که باطله، منم که از خودم که نمیگم که، خدا گفته این توافش ما باطله، میگه این تواف باطله، میگه خدا قبول میکنه. اما اونجا که بحث دنیاست، می‌بینی که خیلی محکم و نیرومند ظاهر میشه. در مسائل دنیوی نیرومند ظاهر میشه، در دین خیلی سست و بی‌حال ظاهر میشه. این هم یک معنا که متقین در دین نیرومندن. یعنی چه؟ یعنی در دفاع از دین نیرومندن، نسبت به دین حساسیت دارن، اما نسبت به دنیا خیلی حساسیت ندارن. به هر حال می‌فرماید که اینها از نشانه‌هاشونی که وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینی که در دین بسیار نیرومند ظاهر میشن. در جمله بعد می‌فرماید که و حزمن فی دینن. حزم معنای دوراندیشی است، معنای احتیاط، و لین هم معنای نرمش و مداراست. اینها در این حال که دوراندیشن، اما اهل نرمش و مدارا هستند. در این حال که سختگیر نیستن،
با مدارا هستن ولی دوراندیشی رو از دست نمیدن. نکته که اینجا وجود داره اینه که غالبا عکسش هست. مثلا فرض بفرمایید که وقتی که بنا میشه که نرمش باشه احتیاط از دست میره. خب مثلا در مذاکرات وقتی که میگیم نرمش داشته باشیم دیگه این احتیاط که طرف حسابمون کیه، ممکنه نه ممکنه مشخصه ضررهای غیر قابل جبرانی نتیجهش باشه، این نرمش اون دوراندیشی از ما میگیره، اون حزم از ما میگیره. وقتی که بنا میشه که مثلا با مسامحه رفتار بکنه، البته ما در دین تسامح نداریم، این که گفته میشه تساهل و تسامح درست نیست. دین سهل هست، فرمود بوعثوا علی الشریعة السمحة السهلة، من بر آیین آسانگیرانه و گذشت مبعوث شدم. درسته دین دین سهل و سماحت هست، اما دین تساهل نیست، دین تسامح نیست. تساهل یعنی یکم من کوتاه بیام یکم شما کوتاه بیام. بگیم مثلا فرض کنید یه سال شما بت پرست بشید مسلمان ها بت پرست بشن، یه سال هم بت پرست ها بشن مسلمان. اینجوری آمدن خدمت پیامبر گفتن یا رسول الله بیاد با هم تساهل کنیم، تسامح کنیم، بیاد با هم بسازیم. ما اهل مکه، شما اهل مکه، ما حرف خودمون میگیم، شما حرف خودتون رو. یه سال شما بت بپرستی، یه سال هم ما خدا میپرستیم. یه سال ما نماز بخونیم، مثلا شما برای بت ها سجده بکنیم. کن سوره قل یا ایها الکافرون نازل شد. مگه میشه که بگیم که حالا ما دین داریم ولی یه ذره‌اش رو ازش کوتاه میاییم، همه دین رو نگه میداریم ولی حجابش رو کوتاه؟ مگه میتونیم شما همه دین رو داشته باشید فقط حجابش رو نداشته باشید؟ اون دین دیگه اسلام نیست. دین اسلام از جنس اقل و اکثر ارتباطیه، نه اقل و اکثر استقلالی. شو بگیم حالا مثلا از 100% 100 جزء دین، ما 99 جزءش رو داریم، یک جزءش رو نداریم. یک جزء دین رو کنار گذاشتید، کل دین رو کنار گذاشتید. از جنس اون اموری نیست که بگیم هر مقدارش که داشته باشیم همون مقدار رو داریم. مثل وام نیست که بگیم که از 100 تومن 99 تومنش رو پرداختیم یه تومن مونده. بله اونجا فقط یک تومن بدهکاری، چون جز اون 100 تومنی که بدهکاری استقلالا ارزش داره. اما نماز هم اینجوری است. کسی من از 100 جز نماز 99 جزشو نمیخونم، یه جزشو نمیخونم، فقط الله اکبر اولشو نمیگم، اصلا نماز نخوندی. روزه هم اینجوری است. بگیم از 16 ساعت روز من 15 ساعت و 55 دقیقشو میگیرم، اما 5 دقیقشو نمیخوام روزه بگیرم، اصلا روزه نگرفتی. اسلام از این جنسه، برای تساهل اینجا معنا نداره. بله ذات دین آسانگیره، این درسته، ذات دین درش گذشت هست، اما این چون تساهل و تسامح از باب تفاعله، بین الاثنینه، یه قدم تو بردار یه قدم من، تو یکم کوتاه بیا منم یکم کوتاه میام. میبینید که در دین وقتی بنا میشه که از کنم سهلگیری باشه دیگه دوراندیشی از دست میره، اسمش میشه تساهل. بعد گناه رو میبینن، نه میبینن، برنامه ریزی میکنن برای اینکه گناه واقع بشه. این فرمایش حضرت اینجاست، نرمش باشد اما در عین نرمش اون دوراندیشی هم باشه، احتیاط هم باشه. اخوک دینک فحتت لدینک، دین تو برادرت، نسبت برادرت حساس باش، احتیاط کن. در این حال که انسان باید نرمش رو تو برنامش داشته باشه، اهل آسانگیری باشه، ولی نباید از اون طرف هم دوراندیشی، احتیاط و حزم رو از دست بده. متقین اینجوری هم در این حال که اهل نرمش هم ولی احتیاط رو از دست نمیدن.
جنیس که بگن حالا که بنا شد ما نرمش داشته باشیم، بخشی از دین رو داشته باشیم، بخشی نداشته باشیم. یعنی که ولی زاد بعد از اینکه میفهمن قوت در دین دارن، وقت میفهمن حزمن فیلین، که اصلا سازی میشیم که این نرمش، نرمش در دینه، منتها با دوراندیشی و با احتیاط و ایمانم فی یقینه. اینها در ایمانشون به یقین رسیدن، یا از کنم به اون یقینی که دارن ایمان دارن، که البته اولی احتمال اولی خیلی بهتره و بیشتر از دوسر به ذهن انسان میزنه، که اینها در ایمانشون به حد یقین رسیدن. شاید یه باری خدمتون عرض کردم که ایمان به معنای عامش، البته ایمان دو تا معنا داره، یک معنا معنای عامه یعنی باور، به فارسی میگیم باور، یک معنا معنای خاصه که در فارسی هم میگیم ایمان. در معنای عامش در یک نگاه ایمان چهار درجه داره، خود ایمان چهار درجه داره. اولین درجهش اسلامه، این که انسان حق رو تسلیم حق باشه، به زبان بگه، خدا را قبول داشته باشه، پیامبر را قبول داشته باشه و به زبان بگه، اینش میگن اسلام. مرتبه دوم خود ایمان به معنای خاصه، که آنچه که از حق گفت و تسلیم بود به قلبش هم داخل شده باشه. خب بعضیا میگن ما تسلیم حقیم، ولی این ایمان تو دلشون وارد نشده. در اون فرمایش در قرآن داریم که وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. اعراب میگن ما ایمان آوردیم، در صورتشون میگن نه شما ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید. چرا؟ چون هنوز این ایمان تو قلب شما وارد نشده. پس اگر باور تو قلب انسان وارد شد، این میشه ایمان. خود ایمان مراتبی داره، در خیلی از روایات داریم که ایمان 10 درجه داره، ولی حقیقت اینه که درجات ایمان خیلی زیاده، نسبت به هر فردی درجاتی داره، گاهی ممکنه تا الی غیر النهایه هم بره، اما به هر حال درجاتی داره. ایمان کامل اینه که انسان حداقل 3 رکن رو داشته باشه. در همین نهج البلاغه فکر کنم باشه که از حضرت سوال کنن که ایمان چیه، فرماد الایمانو عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان 3 مرتبه 3 شاخه داره: اعتقاد قلبی، باور زبان، اقرار زبانی و عمل به اعضا و جواره. یعنی انسان قلبن خدا و پیامبر رو قبول داشته باشه، به زبان هم اقرار کنه، التزام عملی هم داشته باشه. اگه این کارو کرد، این ایمان، ایمان کامله. اگه التزام عملی نداشت، واقعا حق تو قلبش وارد شده ولی در عمل انجام نمیده. مؤمن هست، منتها مؤمن کامل نیست. به تعبیر آقایون مؤمن فاسقه. کسی که اهل گناه هست مؤمن فاسقه. خب این هم درجه دومی که خودش عرض کردم باز درجات خیلی فراوانی داره. درجه سوم تقواست، معنای خاصش. این تقوایی که ما الان بحث میکنیم معنای عامه، این تقوایی که موضوع بحث میکنیم خطبه هست معنای عامه تقواست، اما یک معنای خاصی هم تقوا داره و اون مرتبه سوم از مراتب باور انسان هست. مرتبه چهارم یقینه، که اگر انسان به این مرتبه رسید دیگه به اوج باور رسیده، منتها این مرتبه بسیار کمه. در خیلی از روایات داریم که کمترین چیزی که بین بندگان تقسیم شده همین مرتبه یقین و ایقانه. اگر معنی فرموش عزت این باشه که اینها در یقین، در ایمان، ایمان معنی عامش، از مرتبه اسلام گذشتن، از مرتبه ایمان گذشتن، از مرتبه تقوا گذشتن، وارد مرتبه یقین شدن، یعنی به اوج خودش رسیدن. پس و ایمان و ایمانون فی یقینن، ایمانشون رسیده به مرتبه یقین. من اصلا این احتمال اول
قوی تر به ذهن میرسه برای همینه. اینها در مرتبه از کنم که باور سه مرتبه رو پشت سر گذاشتن وارد مرتبه چهارم شدن که آخرین مرتبه باوره، که اگه انسان به اینجا رسید دیگه حقایق رو با چشم میبینه، با چشم درد کنه، با چشم دل میبینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم،